به نام خداوند بخشنده مهربان، منفعت عمومی در ترازوی شریعت اسلام، ستایش مخصوص ذات خداوند است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ترجمه آن زیر می باشد: و در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با هم دیگر همکاری کنید و هرگز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید. و گواهی می دهم بر این که نیز معبودی بر حق جز الله یکتا و به همتا، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، در واقع کسی که پیرامون احکام شریعت اسلامی تفکر و تدبر نماید، در میابد که این شریعت برای تحقیق منافع عمومی کشورها و بندگان آمده است تا نفس بنی بشر را به بلندترین درجات نیکی ارتقا بدهد. پس هر آنچه که باعث تحقق منافع عمومی مردم می شود، آن موافق شریعت اسلام می باشد، اگرچه درباره آن نص صریحی هم وارد شده نباشد. و هر آنچه که با منافع و مصالح مردم در تعارض واقع شود، آن در شریعت هیچ اصل و جایگاهی هم ندارد. براستی که شریعت حنیف اسلام تکخواهی، خودخواهی و منفیگرایی را به رسمیت نمیشناسد، همچنین در شریعت اسلامی هیچگاه منافع شخصی بر منافع عمومی ترجیح داده نمیشود، بلکه برعکس، منافع عمومی و بخشش صادقانه و همکاری بر کارهای نیک و پرهیزگاری را به رسمیت میشناسد که در آمیخته شده با محبت و فداکاری بوده باشد، تا که جامعه من بتواند به رفاه و ترقی مطلوب خود نائل آید. و تا در این جامعه تلاش افراد باید برای مجموعه مردم بوده باشد، پس در این صورت خیر و صلاح نصیب فرد و جامعه می شود و در دل فرزندان وطن احساس اتفاق و یک پارچگی جا می گیرد، طوری که اگر یک عضو این جامعه دچار درد و مشکلات گردد، همه اعضای این جامعه این درد را احساس می کنند. و خداوند به احمد شوقی خیر بی پایان نصیب نماید، چه زیبا می فرماید: جوانان برخی کشورها خود را فدا کردند تا کشورشان زنده بماند و خود را به خاطر باقی ماندن قوم و کشورشان از بین بردند. بدون تردید کسی که پیرامونی آیات قرآن کریم بیندیشد، به یقین می داند که مقصد عام و هدف کلی تشریع احکام تحقیق منافع مردم با جلب منفعت برایشان و دفع ضرری از ایشان می باشد، چون قرآن کریم تاکید می کند که حفاظت از منافع مردم و ایجاد نفع عام سلوک همه پیامبران علیهم السلام می باشد. پس هر پیامبری را خداوند برای خوشبخت کردن قومش فرستاده است، چنانچه خداوند متعال می فرماید: و یا قوم لا اسألكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. و ای قوم، من بر رساندن این دعوت از شما مالی نمی طلبم، پاداش من تنها بر الله جل جلاله است و من هرگز کسان را که ایمان آورده اند از خود ترد نمی کنم، همانا آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد، ولیکن من شما را قومی نادان می بینم. همچنان به زبان حضرت هود علیه السلام می فرماید: یا قوم لا اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. ای قوم، من بر رساندن این دعوت از شما پاداش نمی طلبم، پاداش من تنها بر عهده ذاتی است که مرا آفریده. آیا خیرت نمی ورزید؟ حضرت ابراهیم علیه السلام به درگاه پروردگارش تضرع نموده می فرماید:
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. و به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگار این سرزمین را شهر امن بگردان و اهل آن را کسانی که از ایشان به الله و روز قیامت ایمان آورده اند از میوه‌های گوناگون روزی ده. الله جل جلاله فرمود و هر کس که کافر شود اندکی بهره‌مندش می سازم، سپس او را به عذاب آتش می کشانم و بد سر انجامی است. معلوم است که هدف از این سرزمین اهل آن است. شریعت اسلامی آمده تا شوکت این مبدع بشری و اصلاح مستحکم را بلند ببرد، تا قواعد جامعه مستقر و مجتمع بر تقدم و رفاه خود ادامه بدهد. سیرت مطهر پیامبر صلی الله علیه وسلم در و زندگی صحابه کرام مملو از مواقف بزرگی می باشد که بر این امر دلالت می کند. از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که می فرماید اگر ما بخواهیم غذا بخوریم می خوریم، ولیکن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دیگران را بر خود ترجیح می دهد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی در سال رماده فقر و گرسنگی بر مسلمانان شدید شد، همه تجارت خود را از شام خواست. این تجارت مقدار 1000 شتر گندم، روغن و کشمش بود. وقتی تجار به مدینه آمدن برایشان فرمود چی میخواهید؟ گفتن همانا تو آنچه را که ما میخواهیم میدانی، آنچه به تو رسیده را برای ما بفروش، چون تو نیاز مردم را نمیدانی. گفت خیلی خوب، چقدر فایده برای من میدهید؟ گفتن 1 یا 2 درهم. گفت بیشتر از آن. گفتن 4 درهم. گفت بیشتر از آن. گفتن 5 درهم. گفت بیشتر از آن. گفتن در مدینه غیر از ما دیگر تجار نیست، چه کسی بیشتر از این میخرد؟ فرمود همانا خداوند برای من در بدل 1 درهم 10 درهم میدهد، آیا شما بیشتر از آن میدهید؟ گفتن نه. پس فرمود خداوند شاهد است که من همه این مال را برای فقرا و مساکین در راه خدا خیرات میکنم. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصحاب خود اشاره کرد که چه کسی چاه هیرو مرا از یهودی می خرد، چون یهودی آبی آن را خیلی گران می فروخت، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یهودی را آورد و از او خواست تا چاه را برایش بفروشد، ولی او آماده نبود که همه آن را بفروشد. پس نیمی آن را 12,000 درهم خرید و آن را در خدمت مسلمانان قرار داد، چون 1 روز آبی آن از نصیب حضرت عثمان بود و 1 روز از نصیب یهودی. مسلمانان در روز حضرت عثمان آب 2 روزی خود را می گرفتند. پس آن یهودی آمد و گفت چاه هم را خراب کردی، نیمه دیگری آن را نیز بخر. پس حضرت عثمان نیمه دیگری آن را نیز 8,000 خرید. این کار را حضرت عثمان به امر پیامبر صلی الله علیه و سلم و برای منفعت مسلمانان انجام داد. در زمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، زمانی که مسجد حرام بر مردم تنگ آمد، مردمی که خانه هایشان به مسجد حرام نزدیک بود را مجبور کرد تا خانه هایشان را بفروشند و فرمود این شما هستید که بر خانه کعبه وارد شدید، نه این که کعبه به شما وارد شده باشد. و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نیز همین کار را کرد و فرمود همانا حلم و بردباری من شما را جرأت داده است. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه برشان گفت ما کاری را میکنیم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با شما انجام داده است و آن این است که باید با شما حسابی بکنیم و چیزی را انجام بدهیم که شما آن را دوست دارید و باید در این را ما هیچگاه حلم انجام ندهیم و کاری را بکنیم که شما با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه انجام داده اید. و به همین دلیل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نیز کاری را انجام داد که در آن مصلحت همه مسلمانان بود. و در اینجا باید ما تأکید می‌ورزیم که تمامی کارهایی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در انجام داد فقط برای این بود که باید نفع عام و مصلحت عام بر مصلحت شخصی پیش باشد. همچنان ما در اینجا تأکید می‌ورزیم که
دین مبارک اسلام همیشه اولویات باید در اینجا مراعات شود و کار را انجام داده شود که او برای منفعت عمومی باشد. ما در اینجا تأکید می ورزیم که دین مبارک اسلام همیشه به اولویات و همچنان برای مصلحت عام آمده است و در اینجا ما تأکید می ورزیم که همیشه باید مصلحت عامه برای مصلحت شخصی پیش باشد و هرگاه باید در اینجا همیشه کاری را انجام داده شود که او به منفعت عمومی شده باشد و همچنان در اینجا باید ما تأکید کنیم که شریعت مبین اسلام بدون تردید که پیرامون آیات قرآن کریم وقتی بیاندیشیم به یقین میدانیم که مقصد عام و هدف کلی تشریع احکام تحقیق منافع مردم با جلب منفعت برایشان و دفع ضرر ایشان می باشد، چون قرآن کریم همیشه تأکید می کند که حفاظت از منافع مردم و همچنان ایجاد منفعت عمومی سلوک همه پیامبران بوده بود و همچنان در اینجا باید ما بگوییم که همیشه باید کار را انجام بدهیم که او برای همه باشد، نه این که فقط برای با کسی بوده باشد که او منفعت شخصی شده باشد. همچنان معلوم است که هدف از این سرزمین اهل عمو بلد است که شریعت اسلامی آمده تا شوکت این مبدأ مصلحت عمومی را و همچنان شورا و اصلاح را مستحکم و بلندتر ببرد و همچنان قواعد جامعه مستقر و مجتمع بر تقدم و رفاه خود ادامه بدهد و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنان تاکید به این می‌ورزد که همیشه باید ما طرف منفعت عمومی را ببینیم و موافق بزرگی را که ما دیدیم همیشه دلالت به این میکنه که باید مصلحت عمومی به مصلحت شخصی پیش شده باشد تا قواعد جامعه مستقر و مجتمع بر تقدم و رفاه خود ادامه بدهد.